سلام، عرض ادب و احترام، درود ویژه دارم خدمت تک تکتون. سال نو میلادی رو به همه ایرانی هایی که مسیحی هست کیششون و آیین و دینشون تبریک میگم. ارمنی های داخل ایران و هر جای دنیا که هستید، میخواییم راجع به اتفاقات صحبت کنیم، اما دلیل کم تحلیل گذاشتن و مشکل اینترنت و فیلترشکن هست. هرچی میخریم دو ساعت بعد از کار میفته. من نمیدونم این وضعیت تا که بعد ادامه داشته باشه. ما دست خودمون رو بدتر بستیم. کسانی که برای ایران دارن کار میکنن خل سلاح شدن در مقابل این رسانه هایی که انقدر هم نسبت به ایرانمون بدیوم هستن. این باعث شده که خیلی سخت بشه تحلیل و بارگذاری و اینا. از طرفی ما ایرانی های عزیز که داخل کشور بودن تو یوتیوب فعال بودن کامل از دست دادیم، یعنی میزان بازدیدمون به نصف رسیده. همینطور درآمدمون هم که میتونست کمک کنه برای ادامه این روند از نصف هم کاهش بیشتری داشته. شرایط یه مقدار سخت میشه برامون تا بتونیم ادامه بدیم. چند تا از دوستان هم زحمت کشتن به فیلترشکن دادن، کار میکنه بهتره، ولی خب بازم مشکلات زیاده. اما خب همچنان ادامه میدیم، چاره نداریم جز این که در کنار هم ادامه بدیم، هیچ راه دیگه نیست. بریم سراغ اتفاقات. یک نگرانی بزرگ دارم. ترکیه داره از سوریه خارج میشه. این خوبه. ترک ها قرار بود ارتششون رو بیارن داخل خاک سوریه، یک فضای 30 کیلومتری ایجاد کنن. اما نگرانی بهتون میگم، بعد که هشدار رهبر ایران آقای خامنه ای تو سفر پوتین و اردوغان انجام شد، همینطور روس ها مخالفت کردن، آمریکا فشار آورد، بعد از اون ماجرای تروریستی ترکیه هم اینا نتونستن ورود کنن، هزینه بالا بود. اما خروجشون توی توافقی که داره شکل میگیره بین سوریه و ترکیه و روسیه، جلسه قرار شد، اینا پذیرفتن تمام نیروهاشون از سوریه خارج کنن، مهاجرین برگردن، پروکسی های سوریه نزدیک به ترکیه خل سلاح بشن. این یعنی که بشار مجدد حاکم بر تمام سوریه میشه. امنیت سوریه در اختیار خود ترکیه قرار میگیره. امنیت عراق رو هم که میدونید ایران فشار آورد، ارتش عراق اومد توی اقلیم و امنیت مرزها رو به دست گرفته. یعنی عملا ترکیه پروژه رسیدن به موصل و حلب رو از دست داد. این اولین نقطه ویژه تو اون جنگ ژئوپلیتیکی که اینا از بوتی باتومی گرجستان تا تسالونیکی یونان تا خط شمال سوریه، حلب و موصل عراق تا اقلیم در نظر گرفته بودن و پروژه ترکستان بزرگ توی بخش مدیترانه با بازی ایران رفت رو هوا. اما چرا نگرانم؟ تو توافقی که کردن چی میخوان؟ چی قراره به دست بیارن؟ دو تا بحث هست. یک، پوئن بزرگی که روسیه برای انتقال انرژی به ترکیه داره میده، گاز میده به ترکیه، میگه به هر قیمتی میخوای بفروش. این پوئن بزرگیه. ترکیه ها به ترانزیت انرژی روسیه به اروپا میشه، جایگزین اوکراین میشه. ترکیه ایران رو دور نزدن دوستان، ترکیه داره جایگزین اوکراین میشه. این پوئن بزرگیه و میتونه با این پوئن ترکیه از سوریه خارج شده باشه. اما یه بخش دیگه هست که من روش مطمئن نیستم، با شما در میون میذارم، اما باید روش کار کنم. داده های بیشتری میخوام، ما دسترسی به جای نداریم. هر آنچه که هست از در واقع هوش و تفکر و دنبال کردن اخبار باید به دست بیاریم. اما یه در امتداد این توافقات یک سری اتفاق هم افتاد. اون چی بود؟ توی قفقاز. سوریه کانونیه که همیشه بر قفقاز تأثیر میذاره. یعنی چی؟ قرن 13، بارها توضیح دادم داستان مارکو اومدنش، قرن 13 اتفاقی که حاکم مصر در سوریه رقم زده بود، بعد اومد سراغ ارمنستان، یا قرن 19 سایکس پیکو جنبش جوانان ترک اومدن سراغ ارمنستان، از اون منطقه اتفاقات میاد به این منطقه. و حالا آیا این توافق همون توافقی است که هاب ترانزیت انرژی ترکیه به اروپا رو رقم زده، در ازاش که روسا مجبورن سوریه رو آروم نگه دارن، اون کوریدور نباید از دست بره. ایران هم میدونه این امکان رو نمیده، اما ترکیه میتونه بازی رو سخت کنه، میتونست. اما یه نکته دیگه هم هست. ما ابتدا تو بخش جمهوری باکو یادمون هست که فشار از بود رسانه‌ای و تنش افزایش پیدا کرد، بارها رجوع صحبت کردیم، میدونیم که نتونستن زنگ زور رو ایجاد کنن.
یک نکته وجود داشت. ایران با بخش خود مختار نخجوان سطح روابط بسیار بالایی داشت، خیلی حسنه بود. اینها اومدن ابتدا، خب خود مختار دیگه یه سری امتیازات داره، منطقه خود مختار تو بخش سیاست خارجه تبعیت میکنه از مثلا نخجوان از باکو، اما تو بخش گمرکات و اینا میزانی از استقلال رو دارن. بخش گمرکات نخجوان ایران توافقات داشتن، خیلی لوت خوبی داشتن. ابتدا الهام علیوف بخش توافقات بخش گمرکات نخجوان رو حذف کرد و اومد اختیارات رو گرفت و خودش در واقع شد مسلط بر این فضا. دوم، استعفای رئیس منطقه خودمختار نخجوان بود بعد از 1995 که اونجا بود استعفا داد. حالا یکی از نیروهای نزدیک به خودش و الهام علیوف توی نخجوان قرار داد. میترسم دیگه چی شد؟ میخواستی 40 میلیون ترک ما رو بیارید پیوند بدید به خودتون، حالا نخجوانتون هم میترسید مبادا بیا سمت ایران؟ اینطوری میخواید ترکستان را بندازید؟ عجیبه. بخش بعدی اتفاق افتاد این بود که اشاره هایی داره میشه که 2023 در نخجوان همه پرسی بذارن از خودمختاری درش بیارن. 2023 که یه همین الان، همین یکی دو سه ماه آینده میشه دیگه، همون وارد 2023 شدیم. اینجا بود که من نگران شدم. چرا؟ با خروج ترکیه و عملا دولت آقای السودانی که اومده توی عراق و کاملا داره بازی همراه با ایران انجام میده، به شدت ایران و عراق الان در بهترین شرایط هستند. کوریدور ایران، عراق، سوریه امروز قطعا مال ایران شده، مال محور مقاومت شده، مال سوریه و عراق هم شده. این کوریدور یعنی این که حاج قاسم ما رو رسون به مدیترانه. بعد از چند دهه، بعد از چند قرن، برید بالای 1400، ما بعد از 1400 سال کوریدورمون رسید به مدیترانه. اما آیا خروج ترکیه از سوریه بر سر این معامله شده که نخجوان از خودمختاری خارج شه؟ یعنی ایران این استرسی که اینا دارن، ترس و دلوری که دارن نخجوان رو زمینه نکنه، چون میتونه خودمختار هم هست. همین الان همین پرسی بذارید، خیلی چیزا مشخص میشه از واقعیات. آیا ترکیه خارج شد که هاب ترانزیت روسیه به اروپاش نقش اوکراین رو بگیره از سوریه خارج شد، یا نخجوان از خودمختاری در بیاد از سوریه خارج شد؟ این ربط کوریدور زنگزور نداره. بگم راجع کوریدور زنگزور من صحبت میکنم. این نگرانی منه. من معتقدم ما نباید بذاریم نخجوان از خودمختاری در بیاد، چون عامل فشار ما بر ترکیه و باکوه. ترکیه از سوریه خارج میشه، کوریدور ما اونجا متصل میشه، مهم نیست. ما سوریه رو داریم، به دست آوردیم. ترکیه انقدی نیازمند ایران و روسیه هست، انقدی تیغ ایران و روسیه زیر گلوی ترکیه برنده هست که اونا مجبور بودن خارج بشن. پس ما باید بحث خودمختاری نخجوان رو جلوشو ببندیم. امیدوارم خروج ترکیه از سوریه پوانی که گرفته همون هاب ترانزیت انرژی باشه، چون بستش خیلی بزرگه براش، نقش بزرگ و ویژه‌ایه در مقابل اروپا. ترکیه سلاحی به دست میاره که پدرشون هم در میاره. اینو داشته باشیم. پس نخجوان دغدغه و نگرانی من روش مطمئن نیستم، با شما مطرح کردم. بخش بعدی الهام علیوف اشاره کرد که کوریدور زنگزور بالاخره باید و حتما انجام میشه. بعد از این رزمایش هند و ارمنستان داریم. چرا هند اونجاه؟ من تو تحلیل هایی که دارم انجام میدم هی دارم اشاره میکنم. تو اون تحلیلی که خیلی هم کم بازدید خورد، 8-9 هزار، یعنی برای من باور نکردنی نبود، نظم سلطه دو، تحلیل مهمی بود. من اونجا اومدم پرداختم به اینکه ما داریم چیکار میکنیم. کوریدور ایران چین، ایران روسیه، ایران هند و ایران آمریکا رو اومدم اونجا شرح دادم. توی اون فضا اتفاقی که افتاده اینه که هند باید با ایران روابطش استراتژیکش رو به شدت بالا ببره، هم تو بحث روسیه هم تو بحث آسیای میانه و قفقاز. هند فقط از طریق ایران میتونه بازیگری کنه. هندی که به گفته تمام نهادهای اقتصادی تا قبل از 2030 میشه سومین اقتصاد برتر دنیا، هندی که داره همون مسیر رو چینو میره، هندی که برای دعوای چین و آمریکا داره جذب سرمایه گذار میکنه و نیاز به کوریدور خودش داره، و اون کوریدور خودش یعنی ایران.
هندی که برای اینکه دوچار تنگنای ژئوپلیتیکی و مهار از سوی پاکستان چین نشه باید تو آسیای میانه باشه و مسیر آسیای میانه برای هند از ایرانه. ایران، افغانستان، تاجیکستان، جایی که ایران به خوبی با طالبان مدیریت کرد و بازی رو در آورد و عملا پاکستان کنترلش رو روی افغانستان از دست داده. اینجا جایی که ایران بازیگره، اینجا جایی که ایران میتازونه. تصمیمات ایران توی بحث ژئوپلیتیکی بارها گفتم در دنیا بی‌نظیره. همه فکر می‌کردن افغانستان یعنی پاکستان، همه فکر می‌کردن طالبان یعنی پاکستان. الان امروز ببینید بیشترین میزان تخاصم و تنش رو با پاکستان داره و همکاری با ایران، معادن می‌بنده با ما، راه آهن می‌بنده با ما، مدیریت داره به خوبی انجام میشه. هند از طریق ایران و افغانستان و تاجیکستان آسیای میانه رو می‌گیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه امکان حضور پاکستان در افغانستان و چین که میتونه ژئوپلیتیک هند رو محاصره و به دوچار تنگ نکنه و کریدورهای هند رو به بنده رو از طریق ایران افغانستان هند میتونه از مهار کنه و امروز از طریق ایران به روسیه متصل شده. یک کریدور امن اختصاصی کاملا ویژه، اونم با ایران مستقل. اینجاست که هند میره تو ارمنستان. یعنی چی؟ یعنی پروژه لاجورد که ابتدا 2017 ترکیه بس، کشور آسیای میانه ترک از طریق ترکمنستان به باکو متصل کنه، گرجستان، ترکیه، اروپا. بعد کوریدور ترانس کاسپیان که از قزاقستان و از دریای کاسپیان انرژیشو بیاره تو باکو، از باکو از ترکیه ببره تو اروپا. و همینطور من یکی از دوستام یه کاسکو به من داده، امانت، رفت مسافرت، اینم اضافه شده، حساب کنید. و همینطور که اون کوریدور قزاقستان رو بستیم، ما به بهانه زیست محیط دریای کاسپیان ایران روسیه به قزاقستان اجازه نمیدن. یه کوریدور دیگه هم هست، کوریدور زنگزوره، که باز هم پاکستان و افغانستان رو متصل میکنه به این پروژه لاجورده از در واقع کوریدور زنگزور به اروپا. این باعث میشه که هند کاملا دوچار تنگنا بشه. یعنی چی؟ یعنی این کوریدور پاکستان و افغانستان رو بحث میکنه با اونجا و سطح حضور پاکستان در افغانستان رو بالا میبره و ایران دور زده میشه، روسیه هم دور زده میشه. شما یه کوریدور هند ایران روسیه دارید که از اهمیت میفته، اون کوریدور فعال میشه، هم تو بحث انرژی، هم تو کالا، هم سیاست خارجه، و شما یک کمربندی رو دور هند دارید که کامل هند رو محاصره میکنه. چین رو هم به این اضافه کنید چی میمونه؟ حالا هند ایران رو میخواد و هند هم اجازه نمیده مثل ایران زنگزور ایجاد شه، مثل روسیه میاد تو ارمنستان رو ازمایش میذاره. پیغام داره، پیغامش اینه که محور ایران هند و روسیه جلوی این کمربند رو بستن. این محور میتونه هر کمربند دنیا ببنده، هر کدوم اینا به تنهایی بازیگرن. اینجاست که من میگم نخجوان رو ما نباید، باید مراقب باشیم، از خود مختاری نباید خارج شه. همونها به ترانزیتی که به ترکیه دادن برای خروجش از سوریه چون نمیتونست کاری هم بکنه کافی بود. نگرانم، مطمئن نیستم، چون در امتداد همینها رو بیان کردن و هنوز واکنشی از ایران ندیدم. مثل همیشه غیر رسانه‌ای باید حدس بزنم، از اتفاقات آینده ببینم آیا این فضا داره میره به سمتی که معامله در قفقاز شکل گرفته باشه، آرامش در سوریه یعنی آرامش در قفقاز، یا اونها باید کوریدور زنگزور رو رها کنن بیان متصل به ایران بشن، یا باید زنگزور رو ایجاد کنن. سوریه وقتی آرام شده قفقاز هم تنگ تکلیف شه، تأثیر داره. سوریه بحران بشه قفقاز هم بحران میشه. اینجاست که نمیدونم ترکیه آیا پذیرفته به ایران متصل شه یا نه، چون هاب ترانزیت اروپا رو بهش دادیم، جای اوکراین روسا بهش دادن. اینجا یه مقدار شک دارم، رصد میکنم، باهاتون در میون گذاشتم. حتما ایران با خودمختاری نخجوان مقابله خواهد کرد، ابزار فشار ما هست و ما باید یک دفعه از این بحث ترکستان خلاص شیم. این مال امروز و دیروز نیست و برای فردا هم نیست، این ادامه داره بابا، حال حالا هست. ما باید این رو یک بار تعیین تکلیفش کنیم بره در وقت و مناسب خودش. فعلا تمرکز بر نظم نوین هست و مهار آمریکا. اما یک گزارشی هم سازمان مخصوص به طلا ارائه داد از این که حجم بالایی از طلا رو چین و روسیه دارن انبار میکنن و اشاره میکنه از زمان به هم خوردن برتون ووز این آمار وجود نداشته، تا این سطح دارن طلا میگیرن و اشاره میکنه چین دیگه اوراق قرضه تو آمریکا نمیگیره.
کاملا دارن دلار زدایی میکنن و طلا رو میارن. تو داستان بتون ووز چه اتفاقی افتاد؟ همه میدویدن از دلار خلاص شدن، طلا میگرفتن، چون بدون پشتوانه خلق کرده بود که اومد دلار به نفس، دارن طلا میگیرن و دارن. من فکر کنم ظرف یکی دو سال آینده ارز غیر دلاری رسما معرفی خواهد شد، اونجاست که ما میریم بالا. ما تو یکی دو سال مشکل داریم، هی اشاره میکنم سرمایه مردمی، دولت باید بیاد با این فسادا مقابله کنه، سرمایه اجتماعی رو برگردونه. این به خاطر اینه این دو سال ما خیلی باید درست بازی کنیم. ما یک افق بی‌نظیر پیش رومونه، همه این کوریدورها به ما گیرن. چین نمیتونه جز ایران بازی کنه. امروزم دیروزم اولین کشتیشون با 6500 کانتینر اومد پهلو گرفت روی بندر عباس ما. این کوریدورها داره فعال میشه، تکمیل و فعال میشه. بدون ایران هیچ بازی تو این منطقه ممکن نیست. اینو من نمیگم، سفیر روسا با فضای کمونیستی که حالا لا چیزی نمیگن تو عراق گفت، مکرون هم توی نشست بغداد دو تو اردن گفت، خیلی های دیگه هم گفتن، همه این رو میدونن. وضعیت ما فوق مطلوب خواهد شد با این شرایط. امیدوارم این دو سال فشاری که بر مردم هست با این فساد و رانت اینو ببندنش و یه نفسی ما بکشیم. وقتی که جلو دوربین میشتیم برای مردم صحبت میکنیم سرم رو بالا بگیریم، اینو فراموش نکنید. تو این فضا بحث رقابت هایی که داره صورت میگیره، تبدیل دلار به طلا، تبدیل تغییر سیاست چین به سمت اوراق قرضه، این نکته هم من بگم، ما تمام اینا رو 3 ماه 4 ماه داریم هر روز برای شما بررسی میکنیم، تو جریانش باشید. من از کی دارم بازی کرونا چین رو میگم؟ از کی؟ از 5 ماه 6 ماه پیش من بازی کرونا رو هی دارم تحلیل میکنم. تو این شهر 6 روز، تو اون شهر 10 روز به بهونه کرونا. هی ما از 3 ماه پیش اومدیم عرضه اپل رو گفتیم آقا آیفون 14 گیر نخواهد اومد، چون همه تو اروپا بگردید 14 از 15 از میگن تو صف وایسا، گیرتون نمیاد. این بازی رو ما داریم روندش رو پیگیری میکنیم. حالا بعضی ها بی‌انصاف هستن، ایبی نداره، اونا هم عزیز ما هست، بی‌انصافی میکنن، پارای تن ما هست. اما یه نکته، کرونا رو رها کرد چین، من بهش پرداختم. من یه خبری رو داشتم بررسی میکردم، اشاره کرده بود میزان ترافیک در شهرهای بزرگ چین 58% ظرف یک هفته گذشته افزایش داشته. این چینه تا کرونا رو به دنیا نده بر نمیگرده به سیاست کووید صفر. با یکی از دوستان صحبت میکردم تو چین، میگفت آقا الان همه اونا که اعتراض میکردن میزنن تو سرشون، میگن عجب اشتباهی کردیم، این کووید داره میپیچه. اینا اصلا رها کردن کرونا رو، میخوان صادر کنن، دارن دلار زدایی هم میکنن، طلا میگیرن، اوراق قرضه هم دیگه نمیگیره، فشار سنگین. بعد از 6 ماه 1 سال بحران انرژی و رکود هم توی اروپا آمریکا هست، میان با ارز جدید رونمایی میکنن و در قطب جدید ایجاد میکنن. ما این وسط داریم عالی بازی میکنیم. فقط یک هشدار، نخجوان از خود مختاری خارج نشه. نخجوان برگ ما برای فشار به ترکیه و پروژه ترکستان بزرگه و بعد یک بار تعیین تکلیف بشه در وقت خودش. این مواردی بود که خواستم بپردازم. بازم خواهش میکنم حتما سعی کنید ویدیوها رو لایک کنید، کامنت بذارید. ما بازدیدامون نصف شده به خاطر بحث اینترنت در ایران، منابع مالیمونم به شدت محدود شده، نیاز داریم که حمایت کنید، کمک کنید تا بتونیم ادامه بدیم. البته حتما ادامه میدیم، برای ایرانمون داریم ادامه میدیم، کار میکنیم. بحث مالی برای حداقل ترین هاست که بتونیم بذارید دیگه نگم. خیلی ممنون، امیدوارم لذت برده باشید از این تحلیل. بررسی سنگین خواهم داشت تو بخش سوریه و قفقاز و ببینم شاید به چه سمت سوری میره. تحلیل دیگه هم دارم براتون ضبط میکنم و انجام میدم و قرار میدیم. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.